در ذات خدای یگانه ما مسیحی ها ایمان داریم که خداوند از نگاه ذات یکی است. ما به سه خدای متمایز ایمان نداریم، به سه خدای مستقل و جدای پذیر هستند. ما به یک ذات ایمان داریم که ذات واحد هستند. ذات خود شاید خود عالم هستید درک میکنید که کلمه ذات چی است، ولی در ذات خدای یگانه سه شهر روح القدس، سه با مستقل، بلکه سه شخص که همزمان در هم و در درون هم ساکن هستند و هدف واحد را دنبال میکنند. پدر پسر نیست، پسر پدر نیست، و همینطور روح القدس. اینا سه شخص متمایز از هم هستند که در درون هم دیگر ساکن. آقای هاشمی همین لحظه شما گفتید ما به سه شخص متمایز ایمان نداریم، باز بعد از آن گفتید به سه شخص متمایز، یعنی چیگونه است؟ فکر نمی کنید این پارادوکس؟ یک طرف میگید که ما به یک خدای واحد باورمند هستیم، باز از یک طرف میگید به سه خود به سه شخص متمایز باورمند هستیم، یعنی چیگونه میشه این دوتا رو به من حل کنید؟ خب شخص با فرد فرق میکنه. فرد چطور فرق میکنه؟ شخص یعنی چی؟ فرد یعنی چی؟ فرد با جدایی از دیگران تعریف شده. مثلا من یک فرد هستم، خودت دیگر فرد هستی. مثلا اشرف غنی را مثال میرم، اشرف غنی هم یک فرد دیگه است. تو افکار مستقل خودت داری، من افکار مستقل خودم دارم، اشرف غنی افکار مستقل خودش دارم، یعنی سه افکار مختلف وجود دارن. ولی در ذات خدا سه شخص وجود داره با افکار واحد، افکارشان یکی است، افکارشان مستقل نیست که پدر افکار مستقل داشته باشه، اهداف مستقل داشته باشه، پسر افکار مستقل داشته باشه، اهداف مستقل داشته باشه، و روح القدس هم اهداف مستقل و افکار مستقل داشته باشه. افکارشان یکی است، ولی کارکردشان جناب هاشمی این خب در حد ادعاست. میتونید برای من تفاوت فرد و شخص را از یک فرهنگ، از یک لغتنامه ثابت کنید که چگونه تفاوت در میان شخص و فرده؟ خب شخص یعنی چی؟ شخص از نظر لغوی شخص چی معنا داره؟ خب شخص از آنجایی که برای تعریف برای تسلیث تعریف شده، بدون روابط درونی نمیتونه وجود داشته باشه، ولی فرد میتونه مستقل باشه و در جدایی از دیگران وجود داشته باشه. نه اینگونه نیست، شخص هم مستقله. شما ببینید وقتی که ما میگیم که مثلا خودتان در لابلای صحبتتان گفتید که سه شخص متمایز، میدانید سه شخص متمایز یعنی چی؟ خب متمایز یعنی از هم جدا هستند. آفرین بر شما، پس اینها جدایند دیگه، همون تعریفی که شما در فرد گذاشتید در این صادق میاد، چون متمایزن، از هم جدایند. بله از هم جدا هستند، یعنی قسمی که گفتم پدر پسر نیست. پس شما سه خدا باور دارید؟ نه سه خدا نه، سه که من در اوائل هم گفتم که ذات یکی است. ما به سه ذات متمایز و مستقل ایمان نداریم، به یک ذات ایمان داریم، ولی در ذات خدا سه شخص وجود دارد. آخر مگر ذات و شخص یکی نیست؟ نه شخص قسمی که برای گفتم نه، ذات چیزی است که مو جوهر و طبیعت خداوند تشکیل داده، ولی شخص خب مگر شخص جوهر و واقعیت او را تشکیل نمیده؟ داده میده، ولی خب از هم خب مستقل نیست کرد؟ از هم جدا نیستن که مثلا پسر یک خدای مستقل باشه، روح القدس خدای مستقل باشه. اصلا ذات یعنی جوهر، ببینید جوهر ذات یعنی جوهر طبیعت، درسته؟ شخص هم به معنای ذات معنا میده، به معنای شخص، شخص به معنای یک فرد مستقل، یک ذات مستقل. پیشتر یک مثال بر دادم، مثلا گفتم ما یک فرد هستم، خودت دیگه فرد هستی. مثلا اشرف غنی را من مثال دادم، اشرف غنی یک فرد دیگه است. صحیح، تو افکار مستقل خودت داری، همزمان فرد هستی. ما افکار یعنی مستقل باز ما سه نفر، یعنی افکار یعنی ما با باز ما یعنی باز ما سه نفر میشین یک ذات؟ نه نه سعی کن ما برای توضیح میتونم، یعنی از نگاه شخصیت، از نگاه ذات ما تو یکی هستیم،
تو هم انسان هستی، من هم انسان هستم، اشرف غنی هم انسان هست. نشد دیگه، تو انسان تر از من هستی یا من انسان تر از خیلی خیر. نه آقای هاشمی، آقای هاشمی، یعنی من انسان تر، یعنی ما همه ما انسان ها یک ذاتین. بله از نگاه ذات یکی هستیم، ولی خب والله من نمیدونم افکار ما مستقل. آقای هاشمی عزیز ببینید، من ذات مستقل دارم، شما ذات مستقل دارید، این گونه نیست که همه ما یک ذات باشیم. ما یک جنس. آیا مگم تو چهار دست داری؟ بله یک جنس. آیا مگم تو چهار دست داری؟ خب نه چهار دست ندارم، من دو دست دارم، شما هم دو دست دارید. دقیقاً من هم دو دست دارم، تو هم دو دست داری، اشرف غنی هم دو دست داره، ولی افکار ما شما مستقل است از نگاه شخصیت، از نگاه چی میگید شما؟ از جناب آقای هاشمی عزیز، آقای هاشمی شما خودتان ببینید با خود پارادوکس دارید. اصلا تثلیث خودش یک معماست که خودتان هم یقینا نمیدونید چی میگید. از یک طرف میگید شخص را جدا میکنید، فرد را جدا میکنید، ذات را جدا میکنید، در حالی که همه یکی هست. یعنی یک فرد، یک شخص، فرد و شخص هر دو تا یک معنا داره. هر شخص و هر فرد در خود ذاتی داره. من ذاتی دارم، شما ذاتی دارید، متوجه هستید؟ یعنی ذات وجودی داریم، شما هم ذات وجودی دارید، من هم ذات وجودی دارم. بعد از آن جناب هاشمی عزیز، شما از یک طرف میگید که یعنی چیگونه برایتان بگم، سه شخص متمایز، باز در آن واحد میگید ما به سه فرد متمایز باور نداریم، یعنی چیگونه؟ این یک معماست جناب هاشمی عزیز. مثلا عمل در وجود تو هم سه شخصیت وجود داره، افکارت است، قلبت است، روحت است، ولی اینها متمایز از من نیست، اینها متمایز خب از من نیست، جزی از من. دقیقاً ولی کارکردهاشون فرق میکنه. درست است، با قلبت محبت، با قلبت محبت میورزی، روحت با خداوند در ارتباط است، با افکارت تصمیم میگیری. درست است، ولی همزمان در یک جسم عزیز وجود داره، با کارکردهای مختلف. همه در یک جسم، آقای هاشمی، همه در یک جسم وجود داره، درسته، ولی اینها جزئی از منه، اینها جدای از من نیست، متمایز از من نیست. متوجه شدید؟ شما هم ببینید مثالتان مثال نادرستیه جناب هاشمی عزیز. ها اگر میگفتید که مثلا عیسی مسیح و روح القدس جزئی از خدا هستند، متمایز از خدا نیستند، حرفتان بجا بود. اما ای که شما میگید هر دو، هر سهشان شخص متمایز دارند، یعنی چی؟ این گونه خود نمیشه که شما میاید مثلا قلب من رو مثال میزنید، یا مثلا فکر من رو مثال میزنید، یا هر جای دیگر مثال. اینها جزء ذات منه، جزء ذات منه، جزئی از منه. اینه برای درک بیشتر تو برات مثال دادم. سعی کن در قلم اول ما میخوام یک چیز برات بگم که مثالتون درسته جناب هاشمی عزیز. ما اینا نمیخوام خدا نخواسته بالای تحمل کنم. تثلیث بدون ایمان انسان ها نمیتونه درک کنه. نه خب طبیعتاً تا انسان عقل خود را به دست کلیسا نده، به دست دروغ و تزویر نده، نمیتونه ایر بپذیره، چون عقل سالم نمیپذیره. حالا من آقای هاشمی با کشش های مختلف بحث و گفتگو کردم، همین حرف شما را به من میگه، میگه تا زمانی که عیسی مسیح قلب تو را لمس نکنه تو درک نمیکنی. خب جان من میخوام بفهمم تا که قلبم لمس بشه. من که نفهمیده نمیشم. من مسلمانم آقای هاشمی، ببینید من مسلمانم و الله برای من عقل داده. من بدون عقل نمیپذیرم این رو، چیگونه بپذیرم؟ چون این چیزی وجود اصلا متناقضه. بعد شما به من میگید که تا زمان تو ایمان نیاری این رو درک نمیکنی. خب من میخوام ایمان بیارم، باید در ابتدا بفهمم یا نه؟ چشم کور برم ایمان بیارم باز بفهمم؟ یعنی عجیب. بله من زمانی که به عیسی مسیح ایمان آوردم، من تثلیث نمیفهمیدم که تثلیث چی هست، درک نمیکردم. ولی مشکل همینه، مشکل همینه. خداوند خودش به ما آشکار ساخته. خداوند خودش به کی آشکار میسازد؟ به کسایی که قلبش جوگر داشته باشه. جناب هاشمی، خداش برای شما آشکار شده، درسته؟ شما خدا را درک کردید، تثلیث را درک کردید، و من چرا نمیتونید توضیح بدید؟ به من میگید باید ایمان بیاری تا بفهمی. خب من برای توضیح یعنی این یک طرف قضیه است، ولی من برای توضیح دادم که خب گفتم در ذات خدا یگانه. توضیحتان ناقصه دیگه، توضیحتان متناقصه جناب هاشمی عزیز. برمیگرده به ایمان، که هر قدر که من برای تثلیث لفظی تعریف کنم توضیح بتوم،
چون تو در یک زمینه دیگه بزرگ شدی، در یک زمینه بزرگ شدی که خدا را کاملا مطلق بر تو معرفی کرده. والله خدا واحده، خدا واحده، خدا نمیتونه که بر حال بخش بخش کنی او را، هر کدام را بیاندازی به یک طرف بگی که این خداست. خداوند ما به این باور هستیم که خداوند سه تکه نشدن. والا شما سه تکه میکنید دیگه، میگید متمایزه. وقتی میگید متمایزه یعنی سه تکه کردید. نه، یعنی پدر پسر و روح القدس سه تکه نیستن که یک خدا را ما سه تکه کرده باشه. میره از ما اول کلیسا باطل. من به کلیسا کار ندارم جناب هاشمی. شما میدانید که اصلا این قضیه تسلیس یک قضیه که یعنی بعد از سال 325 میلادی به وجود آمده، قبل از آن وجودی نداشته. ولی حرف من اینه جناب هاشمی عزیز، ببینید اون میاین با نخی رو بعدش میایم انشاءالله. حرف من اینه جناب هاشمی، حرفتان بی منطقه. ببخشید من توهین نمی کنم برایتان، به خاطر این، به خاطر این میگم که از منطق دوره. شما برای من میگی تا زمان ایمان نیاوری درک نمی کنی. یعنی چی؟ بله. و خودتان میگید که من نمیفهمیدم. ببینید شما میگید من نمیفهمیدم ایمان آوردم، یعنی کورکورانه و مقلدانه شما ایمان آوردید دیگه، درسته؟ ما با یقین و باور هستیم که خداوند خودش انسانها را انتخاب میکنه برای نجات. یعنی مهم نیست که ما 100% خداوند را در قوانین بشناسیم. سگ خیر باش برای توضیح جان، جان جان. مطابق کتاب مقدس ما به این عقیده و باور هستیم که خداوند خودش انسانها را انتخاب میکنه برای نجات و لازم نیست که ما در اوائل 100% یک چیز را درک کنیم. ولی زمانی که ایمان میره یک نفر به عیسی مسیح، چون گناهاش بخشیده میشه، گناهاش بر عیسی مسیح قرار میگیره و شخص سوم تسلیس در او ساکن میشه، روح القدس، و روح القدس از درون آهسته آهسته شخصیت خداوند، کارکردهای خداوند، کلام خداوند به او نه تنها آشکار میسازه بلکه تجربه میکنه شخص در زندگی خود. این تسلیس یک کارکردهای چهار تا پروفسور و یا دانشمند نیست. تسلیس به اثر تجربه ایمان مسیحی آشکار شده. جناب هاشمی عزیز، یک مسیحی واقعی خداوند در سه شخصیت تجربه میکنه. جناب هاشمی عزیز، من متاسفم، یعنی واقعا متاسفم. من فکر میکنم که یعنی حالا تا حالا یعنی با هر کشیشی که من صحبت کردم، مرا شما خب کشیش نیستید، با هر کشیشی که من صحبت کردم، با هر فردی که از علمای نصرانی صحبت کردم یا از علمای مسیحی، جوابش برای من همین بوده. جناب آقای فاتح، تو بیا ایمان بیار تا قلب تو را عیسی مسیح لمس بکنه، تو ایمان بیار تا که بفهمی. یعنی چی؟ یعنی این یعنی چی؟ یعنی شما از من میخواهید که من کورکورانه در ابتدا ایمان بیاورم بعد بفهمم؟ خب شما که ایمان آوردید به من توضیح بدید. خب شما یعنی عاجز میمانید در حل این مسئله، خودتان عاجز میمانید. بگذار مسئله ایمان کنار میگذاریم، که ایمان یک نفر میاره نمیره مربوط خودش میشه. ولی من تسلیس برای توضیح میدم، یکی خودت در قدم میتونی، یکی خودت در قدم میتونی قبول میکنی یا نمیکنی. دوباره بفرمایید، دوباره بفرمایید. اختیار به دست خودت است. بسیار خوب، دوباره بفرمایید. قسمی که برات گفتم که ما با یک ذات ایمان داریم، خداوند یک ذات واحد است. ما به سه ذات مستقل ایمان نداریم، ولی در ذات خدای یگانه سه شخص وجود داره. خوب. ما خداوند قسمی که خودش آشکار ساخته قبول داریم، ایمان داریم. در ذات خدای یگانه سه شخص وجود داره که از هم متمایز هستند. کلمه پدر به بود تعالی خدا اشاره شده که میگم دانای مطلق، قادر مطلق، خالق آسمان ها و زمین، حاضر در همه جا، ناظر در همه جا، پاک، مقدس، قدوس و خب تعریفی که حتی اسلام هم از خداوند داره و یهودیت هم از خداوند داره. این کتاب مقدس ای را پدر معرفی میکنه و تعریف ما از کلمه پسر و شخصی است که آمد جسم انسانی گرفت، در میان ما ساکن شد، دردهای ما را شفا داد، معجزات انجام داد، بر ما تعلیم داد و در نهایت خودش در روی صلیب جان خودش به طور داوطلبانه از نگاه جسمانی در راه گناهان ما قربانی ساخت، مرد، دفن شد و در روز سوم دوباره زنده شد و به جای اولی خود صعود کرد در آسمان. بعد از اینکه شخص دوم تسلیس خدای پسر در روی زمین آمد، مرد، دوباره زنده شد و به آسمان رفت، شخص سوم تسلیس آمد و در زندگی ایماندار ساکن شد، ساکن میشه هر کسی که ایمان بیاره و فعلا کار عیسی مسیح باقی مانده کار پسر روح القدس
داره اجرا میکنن. یعنی بسیار خوب جناب هاشمی عزیز، فهمیدم فهمیدم. حالا عهد قدیم را بگذارید کنار، خواهش میکنم جناب هاشمی. بفرمایید جناب هاشمی، من به عنوان یک کسی که حرفایتان رو شنیدم، حالا چند تا سوال از شما میپرسم. درسته؟ شما در ابتدای امر گفتید که خدا یکی است، درسته؟ بله. ولی در سه شخص هست، سه شخص متمایز. یعنی معنای سه شخص متمایز را میدانید؟ یعنی سه شخص کاملا از هم جدا، درسته؟ بله بله. سه شخص خب سه شخصی از هم جدا، آیا سه شخصی از هم جدا میتونه یکی باشه؟ یعنی سه مساوی یک؟ اینا در بله بله، اینا در درون هم ساکن هستن، پدر پسر و روح القدس در روح القدس یک در لحظه. درون خدا جناب هاشمی باش بر توجه، جناب هاشمی باش بر توجه، جناب هاشمی یک لحظه اجازه بدید به من، خواهش میکنم، به خاطر که من روی حرفایتان یادم نره روی حرفایتان صحبت کنیم. بعدش من یک سوال از شما دارم، آیا در خلقت آسمان ها و زمین خدای پسر و روح القدس هم دخالت؟ بله بله، در وقتی که کتاب پیدایش را بخوانی از چرا آنها را جدا میکنی؟ خب کارکردهایشان فرق میکنه در خلقت، خب همه اینا کارکردهایشان. صبر کنید، شما مگر نگفتید که خدای پدر آسمان ها و زمین خلق میکنه و فلان میکنه و فلان میکنه و فلان میکنه؟ درست وظیفه اش اینه. خدای پدر آسمان ها و زمین خلق کرد توسط کلام خود. کلام کیست؟ پسر. انجیل یوحنا رو بخون باب اول میگه در آغاز کلام بود. کلام کیست؟ عیسی مسیح. کلام با خدا بود. نه این با کی بود؟ با پدر بود. کلام هم و کلام خدا بود. جناب هاشمی عزیز، در مورد این که شما در مورد کلام و اینها صحبت میکنیم، اجازه بدید که اول، هنوز ما در اول راه هستیم. جناب آقای هاشمی، من از شما پرسیدم که خدای پسر و روح القدس در خلقت آسمان ها و زمین با خدای پدر مشارکت داشت یا نه؟ شما گفتید بله. ولی از طرف خیلی خوب اجازه بدید، از طرف دیگر میگید که نه، اینها ذات مجزا دارن، ذات متمایز دارن. ذات مجزا یک متمایز و مجزا از این چه فرق داره؟ نه ذات متفاوت، نه ذات یکی است. من قبلا هم برات گفتم ذات یکی، همون شخص. حالا شما شخص، ذات و شخص و فرد یکیه. خیلی خوب، همون ذات و شخص و فرد، حالا شخص بگین، شخص متمایز یا شخص مجزا، آیا قبول دارید این را گفتید یا نه؟ بله 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 بله. هم از اینها از خود وظیفه دارن و وظیفه خدای پدر را گفتید، خلقت و آسمان ها و زمین. وقتی از شما میپرسم بله. که آیا خدای پسر و روح القدس هم در این چیگونه شد؟ یعنی پسر از پدر مولود شده. مولود که در کلمه فارسی ما میگیم تولد شده، تولد، ولی مولود جاودانی از پدر است. مولود جناب... باش بر توضیح میتونم، پسر مولود جاودانی از پدر است، ولی روح القدس از پدر توسط پسر صادر شده، صادر میشه. بسیار خوب بسیار خوب بسیار خوب، صبر کنید. بله اینا از پدر نشأت میگیره. فهمیدم، پسر از پدر مولود شده، درسته؟ بله، مولود جاودانی، مولود نیست که یک زمان زندگی شروع شده باشه. پسر هم ازلی است، پدر هم ازلی و ابدی است، روح القدس هم ازلی و ابدی است. خیلی خوب، قبل از اینکه پسر از پدر مولود بشه، زمین و آسمان و مخلوقات خلق شده بود یا نه؟ بله، پسر و پدر بله و روح القدس، بله یا نه خیر، خواهش میکنم. پدر، پسر، روح القدس ازلی و ابدی هستن. زمانی که مثلا شما گفتید پدر از پسر از پدر مولود شده، روح القدس از پسر صادر شده. خیلی خوب، مولود جاودانی. خیلی خوب، مولود جاودانی. مثلا ما حرف... کلمه مولود در فارسی تولد میگن. تولد سکو، تولد از زمان شروع میشه که یک نفر پا به عرصه زندگی میگذاره. مثلا ما 27 28 29 سال پیش به دنیا اومدم و زندگیم شروع شده، ولی پسر مولود جاودانی است، زندگیش اصلا آغاز نداره. من حالا درست، حالا درسته. ببینید جناب هاشمی عزیز، هدف من اینه که قبل از خلقت آسمان ها و زمین یا بعد از خلقت آسمان ها و زمین پسر از پدر مولود شده؟ باش برای توضیح بدم، قبل از خلقت پدر، پسر و روح القدس در رابطه ازلی و ابدی، در رابطه محبت آمیز با هم وجود داشتند،
ولی زمانی که خداوند آسمان ها و زمین آفرید، آدم و حوا مرتکب گناه شدن. آره اون رو بگذارید جناب هاشمی عزیز. نه 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 نه، سوال من رو جواب بدید خواهش میکنم جناب هاشمی عزیز. سوال من خیلی واضحه، گفتم که پسر قبل از خلقت آسمان ها و زمین یا بعد از خلقت آسمان ها و زمین از پدر مولود شده؟ پسر مولود ازلی و ابدی است، قبل از خلقت جهان. قبل از خلقت جهان. بله. چند لحظه پیش گفتید نه نه خیر، باز حالا خیر خیر مشکلی نیست، این رو هم بگذاریم. نه نگفتم اصلا. خیر 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 نگفتید دوستان. آخر باشه دوستان قضاوت میکنن. بعدش جناب هاشمی عزیز سوال من اینه، وقتی که پسر از پدر مولود میشه آیا نیازمند به پدر هست یا نه؟ از نگاه ذات، از نگاه اقتدار نیازمند به پدر نیست. نه خیر. یعنی چیگونه میشه؟ خواه همین که از او مولود شده یعنی این که نیازمنده به اونه. بله. ولی همزاد از با پدر، با پدر همزاد است، اما اقتدار داره که پدر داره پسر هم داره. اما اقتدار جناب داره هاشمی. که پسر داره رو جناب هاشمی عزیز، جناب هاشمی عزیز یک لحظه، جناب هاشمی، جناب هاشمی، خدای پدر جلوتر بوده یا خدای پسر؟ جلوتر هیچ کدام شما داره، هم عرصه شخص ازلی و ابدی است. خیلی خوب، ازلی هم پسر هم حالا پدر حالا هم ازلی و ابدی است، پسر هم ازلی و ابدی است، روح القدس هم ازلی و ابدی است. آقای هاشمی شما گفتید که خدای پسر از پدر مولود شده، درسته؟ بله. مولود جاودانی. مولود جاودانی بچه معنا. خیلی خوب، مولود جاودانی بگیرید. مولود جاودانی، مولود جاودانی آغاز و آخر نداره. مولود جاودانی خیلی خوب، آغاز و آخر نداره. همین که شما میگید مولود شده یعنی اینکه نیازی به پدر داره. خب نخر، نیازی نداره. خب خداوند قسم میگه همین مولودش، همین تولدش. ببینید خواهش میکنم، همین مولودش خودش نیازه. از چی نگاه؟ خب نیاز دیگه. مثلا به عنوان مثال میگم، یک لحظه، مثلا منی که به عنوان مثال از مادرم متولد شدم نیازمندم به مادرم بودن، از او متولد شدم، وجود او، وجود وجود من نیازمند وجود اوست. خب قسمی که برات گفتم ما ایره نمیفهمم، ما نمیخوایم که برات. خیلی خوب که نمیفهمید، الحمدلله بهتر. ببینید پس هنوز خیلی از روز جناب هاشمی هاشمی عزیز، ببینید این که ما بگین مولود جاودانی و نفهمیم که چی میگین یک بحث جداییه، اما این که شما هنوز در یک متاسفانه معما قرار دارید، من به خاطر این گفتم که تسلیس یک معماست جناب جان. نه این منظور ما است که بعضی چیزها را ما نمیتونیم 100% خداوند پاک و مقدس بشناسیم که اینا چطور با هم وجود داشتن، چطور از هم تفاوت شدن. ببینید من مسلمان، ما زمان عقل ما شما محدود است، ما انسان هستیم، ما با عقل محدود خدا میتونیم خدای پاک مقدس کاملا آن قسمی که است بشناسیم. جناب هاشمی ما با سواد در ذهن ما زنده هستیم میباشه. نه 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 جناب هاشمی عزیز، ببینید جناب هاشمی، جناب هاشمی در زمانی که در حضور خداوند راه یافتیم رفتیم بخیر، او وقت میفهمیم که خداوند چطور همزمان در ذات یکی است ولی در سه شخص وجود داره. جناب هاشمی زمانی که در بهشت رفتیم میفهمیم. خواهش میکنم این ادعاها را بگذارید کنار، الله متعال به ما عقل داده، الله به ما عقل داده و برای ما طریقه درست فهم خودش را به ما یاد داده. ببینید خیلی واضح، مثلا بر من مسلمان بگید که خدا را تعریف کن، خیلی واضح میگم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. از الله کسی مولود نشده و الله هم از کسی مولود نشده و الله بی نیاز از این چیزها. چون اگر بگین از کسی از الله مولود شده، خب به هر حال طبیعتاً او باز نیازمند به یک کسی دیگه میشه و این مولود خودش نیازمند به اون کسی میشه که از او تولد شده. پس الله بی نیاز از همه اینها، الله یگانه هست و الله واحد و یکتا هست. اما خب شما این باور، جناب هاشمی این باور ما، من خودم اولم برات گفتم که این باور ما مسیحی هست، این ایمان ما مسیحی هست. این باورتون بر اساس آموزه های عیسی مسیح نیست جناب هاشمی عزیز. خب این باورتون این باورتان بر اساس آموزه های عیسی مسیح علیه السلام نیست. عیسی مسیح علیه السلام خودش را بنده خدا معرفی میکنه، نمیگه که من نمیگه که من خدا هستم. نه نه دیدگاه اسلام نه.
از ما اولا هم گفتم که شما عقیده خودتون رو دارید، ولی ما عقیده خود ما رو داریم، ما باور خود ما رو. نه من حرفم اینه، ببینید جناب هاشمی عزیز، شما اگر در مورد عیسی مسیح علیه السلام، من برایتان رفرنس میدم خودتان ببینید، مثلا عیسی مسیح علیه السلام تمام عوارض بشری در او هست، حتی در انجیل متا میآید که تولد عیسی مسیح علیه السلام مانند بقیه انسان ها صورت گرفته. عیسی مسیح علیه السلام ختنه میشه، مانندی که در انجیل لوقا باب 2 آیه 21 آمده. عیسی مسیح علیه السلام گرسنه میشه. اجازه بدید. عیسی مسیح علیه السلام گرسنه میشه، انجیل متا باب 21 آیه 18. عیسی مسیح علیه السلام توش نمیشه، انجیل یوحنا باب 19 آیه 28. عیسی مسیح علیه السلام نماز میخونه، برای کی نماز میخونه؟ خب طبیعتاً یک کسی از بالاتر هست که نماز در انجیل نیست، نماز در انجیل نیست، ولی دعا میکنه با پدر. نه صبر کنید. انجیل متا باب 26 آیه 39 باز کنید. باز کنید. ببینیم خب، هم. من فعلاً انجیل پیشم نیست، ولی بخوان من برای توضیح میدم. خیر مشکل. خیلی خوب. من خودم دارم باز میکنم. اجازه بدید که من باز کنم کتاب مقدس اینجا. ولی راجع به این که گرسنه میشه، تشنه میشه، عیسی مسیح در جسم انسانی 100% خدای کامل بود و 100% انسان کامل بود. از بود همین حرفتان اصلا خیر باش بر توضیح بتم. باور ماست که خیر قبول نکن، ولی باور ماست عیسی مسیح در بود انسانی، در جسم انسانی 100% انسان کامل بود و 100% خدای کامل. از بود انسانی و همه چیز نیاز است مثل ما و شما، ولی هرگز انجیل میگه عیسی مسیح هرگز مرتکب گناه نشد. تنها چیزی که فرقش از دید انسانی با ما شما است این است که مرتکب گناه نشد، پاک و مقدس زندگی کرد. چرا؟ چون از نسل آدم و حوا عیسی مسیح نبود. چون اگر مرتکب گناه میشد، کاری را که در روی صلیب انجام داد تو فقط برای گناهان خودش کافی بود، اون نمیتونست با طبیعت گناه آلود خودش بهای گناهان ما را پرداخت کنه. ولی عیسی مسیح بله، به خواب ذره داشت، به آب ذره داشت، به غذا ذره داشت، و حتی از طرف شیطان وسوسه شد از بود انسانی و همه خصایص انسانها را داشته. افسرده می شد، خسته می شد، گریه می کرد، جگرخون می شد، و ولی قسمی گفتم هرگز مرتکب گناه نشده. هم طبیعت الهی داشت، هم طبیعت انسانی. در روی صلیب هم از بود انسانی عیسی مسیح کشته شد، جسم انسانیش کشته شد، نه بود الهیش. همین خوب، این خودش یک معماست جناب، یعنی این خودش نیاز به دلیل داره جناب آقای هاشمی عزیز. شما وقتی که این حرف را میگید نیاز به دلیل داره از کتاب مقدس. از کجا مثلا برای عیسی مسیح علیه السلام بعد لاهوتی و بعد ناسوتی میکشید، یعنی بعد الهی و بعد غیر الهی، از کجا این را میکشید؟ آیه های زیاد است که من برات میفرستم. نه میفرستید، خب من دو روز قبل برایتان گفتم که پیرامون این مسئله صحبت میکنیم. خب شما حالا عیسی مسیح انسان نبود که خدا شود، چون انسان هیچگاه خدا شده نمیتونه. عیسی مسیح خدا است. خدا بود آقای جان، باز هم برات تکرار میکنم. خیره، عیسی مسیح انسان نبود که خدا شود، انسان هیچگاه خدا شده نمیتونه. عیسی مسیح خدا است که در جسم انسانی در روی زمین آمد برای نجات انسانها. ما انسانها مرتکب گناه شدیم. خب این ادعاست، این ادعاست جناب آقای. خب این باور ما مسیحی هست. نه خب درست باور شماست، بر اساس چی شما به این باورمند شدید؟ من تعجبم بر اینه. خب آدم و حوا گناه کردند، گوش کنید، آدم و حوا گناه کردند، مگر معصیت خدا رو به تعبیر شما انجام ندادند؟ چرا خداوند جهان این جواب من را بدید. اجازه بدید، خواهش میکنم. مگر به معصیت خدا را انجام ندادن به تعبیر شما؟ کی؟ آدم و حوا؟ بله. خب ما به این عقیده هستیم که خداوند انسانها را به شباهت خود آفریده، یعنی ما اشرف مخلوقات هستیم. من سوالم این نیه، سوال من این نیه آقای هاشمی، سوال من اینه، آدم و حوا معصیت خدا را انجام دادن یا معصیت کسی دیگری را؟ خب در منظورت از معصیت چیست؟ نفهمیدم این کلمه را، ببخشید. گناه انجام دادن، گناه یعنی معصیت، سرکشی کردن از دستور خدا یا نکردن.
بله آدم و حوا را خداوند بسیار خوب نه من حرفم این نیه جناب هاشمی خلاف یک بله بس من اون را نمیخواهم آقای هاشمی آقای هاشمی خواهش میکنم مشکلم اینجاست با تمیر داد نمیدونم کلمه را آخه من فهمیدم من سوالم چیز دیگری میخوام یک نه آدم و حوا را من میدونم گناه کردن انسان بودن اونها اونها گناه کردن انسان بودن آقای هاشمی من قبول دارم حرف من چیز دیگری اجازه بدید من سوال اصلی خود را بپرسم سوال اصلی من اینه وقتی که آنها نافرمانی دستور خدا را کردند چی نیازی بود که خدا تجسد بشری بیابه بیای بر روی زمین خودش را فدای گناهی بکنه که معصیتی را بکنه که به اصطلاح در مورد خودش صورت گرفته خب خدا میتونست ببخشه بدون اینکه تجسد بشری بیابه وقتی که اگر خداوند بدون از اینکه بهای پرداخت میشده گناه اونا را میبخشید پس در اون صورت خداوند نمیتونست عادل باشه عدالت خداوند زیر سوال میاد یعنی خودش بیه خدا بیه روی زمین اگر خداوند گناه آدم و حوا را نادیده میگرفته پس خداوند نباید اونا را از بهشت هم خارج میکرده آقای هاشمی عزیز عدالت خداوند آقای هاشمی. سوال میرفته آقای هاشمی آیا این در صورت که خداوند نمیتونست عادل باشه وقتی که گناه مایتون را بیدونی هیچ بهایی ببخشه در اون صورت عدالت خداوند زیر سوال میرفته آقای هاشمی حالا مثلا آقای هاشمی ببینید وقتی من گناه میکنم آقای هاشمی وقتی من گناه میکنم وقتی شما گناه میکنید بهایش اینه که توبه بکنید نه اینکه خدا بیاید روی زمین خود خدا تجسد بشری بیاید به خودش بیاید به خاطر که معصیتی درباره خودش صورت گرفته نافرمانی از دستور خودش صورت گرفته خودش را بیاید فدا بکنه یعنی چی؟ چی میگید شما؟ آدم گناه انجام داده چی ربطی به خدا داره که خدا بیاید به روی زمین خودش را فدا بکنه؟ خب گناه مرگ به وجود آورد گناه مرگ وارد جهان ساخت قبل از گناه مرگ وجود نداشت خداوند آدم و حوا را برای ابدیت آفریده بود اگر آدم و حوا گناه نمی‌کرد امروز ما شما در بهشت می‌بودیم تا به ابد گناه مرگ وارد جهان آقای هاشمی میتونید همین حرف را از کتاب مقدس برای من بیارید بله ما بعد آیه های شرای میکنم منم میگم که من کتاب مقدس هم مثل شما قرآن کن. حفظ هستم من حفظ هستم ولی من آیه های شرای برداری میکنم مثلا وقتی که خداوند در بهشت روان میکنید این جناب آقای هاشمی عزیز ببینید این که شما روان میکنید من والله نمیدونم قرار بر این بود که ما با هم صحبت دوستانه داشته باشیم آقای هاشمی یک لحظه خواهش میکنم نه برای من از خودتان نگید من خواهش میکنم از کتاب مقدس بگید درسته بخاطر من یک کلمه میخواهیم... از خودم نمیگم یک کلمه خب همین حرفتان را از کتاب مقدس برای من در بیارید البته از اناجیل چارگانه عیسی مسیح خودش این حرف را گفته باشه که من آمدم تا فدا بشم به خاطر گناهان شما ده ها آیه را برات میفرستم سعی که وقتی که خداوند آدم و حوا را در بهشت داشت از اناجیل چارگانه برات میارم دو دانه درخت گذاشت در بهشت خواهش میکنم آقای ببینید من میدانم شما الان از صفر پیدایش صحبت میکنید من مشکلی ندارم خب. حرف من اینه آقای هاشمی مشکل ما شما چی هست مشکل شما میفهمید چی هست شما میخواین که به شاخه ها مراجعه کنین هیچ گاهی شما ریشه را مطالعه نمیکنین وقتی که ریشه را مطالعه کردید شما کشاندید به اون طرف آقای هاشمی آشکار بشه آقای هاشمی ریشه تسلیث بود که شما در برابر آن عاجز ماندید نتوانستید برای من تعریف کنید من عاجز نمانده من بر توجه دادید تو برداشت خودتان در برابر همه دوستان خودتان گفتید من نمیدانم نه باز حالا میگید عاجز نمونده عجیبه والله من تسلیس سعی که تسلیس برای من واضح شده آشکار شده من خیلی خوب آقای هاشمی تجربه میکنم روزانه آقای هاشمی اینکه خودت از زمینه شما تجربه کنید آقای هاشمی قبل از اینکه شما تجربه کنید می توانید همین لفظ تسلیس رو از کتاب مقدس برای من بیارید نه خیر کلمه تسلیس در کتاب مقدس نیست بسیار خوب می توانید از اناجیل چهارگانه تسلیس رو برای من ثابت کنید گفتم در کتاب مقدس کلمه تسلیث ذکر نشده والله من حیرانم مثل شما خیلی یعنی ببخشید آقای هاشمی یعنی اینکه انسان کورکورانه و مقلدانه ایمان بیاره سرنوشتش آخر این میشه ولی یعنی شما مثلا ولی جاهایی هست که مثلا عیسی مسیح زمانی که تعمید میگرفته خب به سر تعمید گرفت روح القدس به شکل کبوتر آمد به سر شانه‌هاش نشست و پدر از آسمان خطاب کرد گفت این است پسر محبوبم که از او خوشنود آمد در متی باب 28 بله شما
بر تمام قوم ها را شاگرد من بسازید و آنها را به نام پدر پسر و روح القدس تعمید بدین و آنها را تعلیم بدین. در انجیل یوحنا باب یک آیه یک، در آغاز کلام بود، کلام بود. جناب آقای هاشمی عزیز، شما میدانید که لفظ پسر در کتاب مقدس معنای پسر حقیقی نداره، بلکه در جاهای مختلف مثلا به افراد مختلف لفظ پسر استفاده شده. حتی در انجیل متا، در انجیل لوقا، در انجیل یوحنا برای غیر عیسی مسیح هم پسر خدا گفته شده. شما نمیتونید از این استدلال کنید. آفرین. پس شما چی تفاوت دارید؟ شما چی تفاوت دارید؟ شما چی تفاوت دارید با عیسی مسیح علیه السلام؟ سایکو، ما انسان هستم، ولی عیسی مسیح خدا هست. آخر به کدام دلیل عیسی مسیح خداست؟ کجا گفته من خدا هستم؟ از طریق عیسی مسیح مستقیم نگفته که من خدا هستم. در اناجیل در هیچ جای نگفته. مستقیم نگفته من خدا هستم. مستقیم نگفته من خدا هستم. نگفته که به هر حال تثلیث را نگفته. پس اینجا شما از کجا در آوردید آقای هاشمی؟ فکر نمی کنید خودتان حتی به همون بله بفرمایید. زمانی که عیسی مسیح آمد در روی زمین، پسر آمد که پدر را جلال بده، نه خودش. منظورم اینه شما که میگید پسر و پسر، شما که میگید پسر و پدر یکی است، چی فرق کرد باز اینجا؟ بله، حالا جلا دادن خودش میشه جلا دادن پدر. بله دقیقاً، پسر آمد که پدر را جلال بده، ولی پسر گفت من و پدر یکی هستیم. هر کسی که من را دید پدر را دید. پدر در من ساکن است، من در پدر ساکن هستم. ولی وقتی که همین نکته را با هم، همین که میگه من در پدر هستم پدر در من است، همین را با هم دیگر پیش ببریم و بعد ان شاء الله بحث را ببندیم. حاضر هستید؟ بفرمایید. دوستان گرانقدر، ببینید من همین شبهه را، من والله یعنی خسته کن میشه جناب هاشمی عزیز، به خاطر که برای بقیه دوستان هم وقت داده بشه، درسته؟ ببینید هاشمی عزیز، شما عرض کردید که این کلام، این سخن در کلام عیسی مسیح علیه السلام هست که میگه من در پدر هستم و پدر در من است. دوستان عزیز، اجازه بدید که من همین را برایتان نشان بدم و بعد پاسخ بدم، ببینم که جناب آقای هاشمی لطفا شما یک چند دقیقه فقط یعنی تحمل کنید که من این را جواب بدم، باز بعد ان شاء الله صحبت بفرمایید. من مایک ما خاموش میگم، سر صدا نباید توضیح. بسیار خوب. دوستان گرانقدر، ببینید جناب هاشمی عزیز گفتن که آیه در کتاب مقدس هست که میگه خدا در من است، من در خدا هستم، و این دلالت بر خدا بودن عیسی مسیح میکنه. درست آقای هاشمی این حرف را گفتید؟ آقای هاشمی کجا رفتید دیگه؟ من نگفتم که بروید، گفتم باشید، فقط مایکتان را ببندید. آقای هاشمی دوباره برگردید که ما میخواییم هم کلمه به کلمه پیش بریم. بسیار خوب آقای هاشمی، تشریف بیارید، من منتظرم. چون بدون شما من بحث را پیش نمیبرم، فایده ای نداره. آقای هاشمی بیایید داخل استودیو، دوستان عزیز استودیو را ببینید. آقای هاشمی حضور ندارند و هر لحظه ای که بله آمدن، اجازه بدید که من آقای هاشمی را بیارم بالا. جناب هاشمی عزیز، شما واقعا معذرت میخوام، خیر باشه، اشکال نداره. خاموش آقای هاشمی عزیز، آقای هاشمی عزیز، شما گفتید که در کتاب مقدس میگه که عیسی مسیح میگه که خدا در من است و من در خدا هستم، و این دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر خدا بودن میکنه، درسته؟ من در پدر هستم، پدر در من است. بله بسیار خوب، گفتید این دلالت بر خدا بودن میکنه، درسته؟ خب بله خب. بسیار خوب. پس اجازه بدید. بسیار خوب، من نظری خودم را از کتاب مقدستان میگم، از پیش خود نمیگم، درسته؟ بفرمایید. ببینید دوستان گرانقدر، شما الان میکتان را میتوانید ببندید. دوستان حرف آقای هاشمی یادتان باشه، آقای هاشمی میکتان را ببندید، حرف آقای هاشمی یادتان باشه، دوباره انکار نشه، درسته؟ دوستان گرانقدر اینجا را ببینید، من برایتان نشان بدم. این اصل شبهه است که آقای هاشمی به آن دربارهش صحبت کردن. اجازه بدید من این را بزرگ کنم. ببینید این انجیل یوحناست، باب 14، درسته؟ باب 14 هم آیت 11 میگه فقط ایمان داشته باش که من در خدای پدر هستم و او در من است، وگرنه به خاطر این معجزات بزرگی که از من دیده ای به من ایمان آور. حالا ایشان
ایشان البته نه، خب عموم کشیش ها این حرف را میگن، میگن که از این آیه استدلال میشه که عیسی مسیح خداست، زیرا چی گفته؟ گفته من در خدای پدر هستم و او در من است، یعنی عیسی مسیح خداست، درسته؟ خیلی خوب، ببینید از نظر کتاب مقدس من میگم معنای این کلمه اینه، معنای این کلمه اینه که من و پدر با هم همسو هستیم، من و پدر با هم همسو، هم نظر و هم فکر هستیم. از کجا من این را میگم؟ اجازه بدید از خود کتاب مقدس برایتان من این را بیارم دوباره که شما ببینید دوستان عزیز، تا اینکه بهتر این قضیه را انشاءالله درک کنید، تا ببینید که یعنی چی معنا داره. ببینید دوستان عزیز، این انجیل یوحناس اولی دلیلی که من میارم، انجیل یوحناس باب چهارم، اجازه بدید من برایتان نشان بدم، انجیل یوحنا باب چهارم، درسته؟ ببینید که چی میگه، باب چهارم آیه 15 میگه هر که ایمان داشته باشد و به زبان بگوید که عیسی فرزند خداست، خدا در وجود او ساکن است و او نیز در خدا. خیلی واضحه، یعنی هر کس که ایمان بیاره خدا در وجود او ساکن است و او نیز در خدا. بعد آیه 16 ما میدانیم که خدا چقدر ما را دوست می‌دارد، زیرا گرمی محبت او را چوشیده ایم، ما محبت او را باور می‌کنیم، خدا محبت است و هر که با محبت زندگی می‌کند با خدا زندگی می‌کند و خدا در وجود اوست. یعنی خداست. آقای هاشمی این سوالات را یادداشت کنید، یعنی این که خداست، حالا نگید، خواهش می‌کنم اجازه بدید من بحثم تمام بشه، یعنی این که خداست، این یادداشت کنید، خیلی واضحه. اولا میگه هر کس به عیسی فرزند خدا ایمان بیاره خدا در وجود او ساکن است و او نیز در خدا. بعد اینجا میگه و خدا در وجود اوست، درسته؟ این یک دلیل، این در انجیل یوحنا بود. در قرنتیان دوستان عزیز ما میبینیم، در قرنتیان البته اول قرنتیان باب ششم آیه 19 ببینید که در اول قرنتیان چی میگه، گرچه این خیلی واضح بود. آیا هنوز نمی دانید که بدن شما مسکن روح القدس می باشد که او را خدا به شما عطا کرده است؟ آیا نمی دانید که روح القدس در وجود شما زندگی می کند؟ پس بدن شما از آن خودتان نیست. یعنی چی؟ روح القدس در شما ساکن شده، مانند که عیسی مسیح میگه که خدا در من است و من در خدا هستم. اینجا هم حالا در انجیل یوحنا در جای دیگه عرض کردم که میگه هر کس به عیسی مسیح ایمان آورد خدا در اوست و او در خداست، خدا در اوست او در خداست. بعد میگه خدا در وجود اوست. یعنی چی؟ پس ما چی میگیم دوستان عزیز؟ اگر خواسته باشیم، من مثلا اگر حالا کشیش نیستم، خب اگر کشیش میبودم به خاطر بیرون شدن از این مخمصه میگفتم که این بدان معناست که من و خدا همسو هستیم، نه ای که خدا من خدا هستم و خدا مثل من است. اگر این گونه بگیم خب عموم مردم این گونه میشن، هر ایماندار میتونه این گونه باشه، بنا به این دلایلی که به خدمتتان عرض کردم دوستان عزیز. و این ببینید دوستان عزیز، این جای دیگر است، این در انجیل یوحنا باب 18 آیه 21، این دیگه خیلی واضحه. ببینید میگه برای تک تک ایشان دعا میکنم تا همه با هم یک دل و یک رأی باشند، همانطور که ای پدر من و تو با هم یکی هستیم. ببینید من به خاطر این گفتم که معنای یک رأی و یک سو معنا میده، همین چیزه. تا همچنان که تو در منی و من در تو، ایشان نیز با ما یک باشند، تا از این راه مردم جهان ایمان آورند که تو مرا فرستاده ای. یعنی من فرزند خدا نیستم، تو مرا فرستادی. ببینید دوستان عزیز، خیلی واضحه، میگه برای تک تک ایشان دعا میکنه. ولی بگذار که من جواب به تو راجع بین آقای فاتح جان من گفتم که شما اجازه بدید جواب من تمام بشه بعد شما جواب بدید. میگه همانطور که ای پدر من و تو با هم یکی هستیم، مانندی که ایشان از این آیه استدلال کردن که در جای دیگه انجیل یوحنا هست، همون چیزه میگه. میگه تا همچنان که تو در منی و من در تو، ایشان نیز با ما یکی باشند، یعنی اونها هم خدا باشند. فکر نمی کنید آقای هاشمی عزیز و هر کس دیگری که یک فرد منصفی باشه و حالا فعلا شنونده باشه، معنای این را به شکل دیگری است، یعنی این گونه نیست که اگر این گونه باشه همه میشن خدا، همه میشن خدا. تو فرمایید جناب هاشمی عزیز. آقای فاتح تو باور کن، آقای فاتح تو باور کن، این آیه هایی را که خواندی امینا
هر کدامش همدیگر را تفسیر میکنه، تعریف میکنه. بله خب شما به من بگید، حالا بگید، حالا بگید این که گفته که هر کس اینجا گفته که هر کس ایمان بیاره در خدا میشه و خدا در او میشه، یعنی چی؟ یعنی خدا میشه؟ بله. یعنی او هم خدا میشه، حالا شما هم خدایید؟ نه من خدا نیستم، ولی من معبد خود روح القدس هستم. من روح القدس در من ساکن است. من معبد روح القدس هستم. هر مسیحی معبد روح القدس است. روح القدس در او ساکن سگو. روح القدس در او ساکن است. ما در روح القدس ساکن هستم، روح القدس در ما ساکن است. و از طریق روح القدس، از طریق پسر. نه حرف اون حرف دیگری است. فرزند خدا هستم. جناب آقای هاشمی عزیز، حرف من اینه که شما استدلال کردید از اون آیه که چون عیسی مسیح میگه خدا در من است و من در خدا هستم، پس عیسی مسیح خداست. خب اینجایی که بله. میگه هر کس به عیسی مسیح ایمان بیاره خدا در اوست و او در خداست، پس همه مردم خدا هستن. اینجا راجع به روح القدس میگه، وقتی که به عیسی مسیح ایمان در مورد روح القدس نمیگه، در مورد روح القدس نمیگه، در مورد ایمانداران میگه، میگه هر کس که ایمان بیاره. بله من دوباره همین آیه را برایتان نشان میدم، ببینید، ببینید جان من، این در انجیل یوحنا باب 18 ببینید، میگه برای تک تک ایشان دعا میکنم تا همه با هم یک دل و یک رأی باشند، همانطور که ای پدر من و تو با هم یکی هستیم. یعنی شما از این استدلال کردید که عیسی مسیح خداست، تا همچنان که تو در منی و من در تو، ایشان نیز با ما یک باشند. یعنی چی؟ یعنی که همه خدایند. دقیقاً، اما تو که پدر با پسر یکی هست، اونا در هم ساکن هستند، در رابطه ازلی و ابدی با هم یکی هستن، ساکن هستن در محبت. کسانی که ایمان میرن در این محبت خداوند شریک میشن. هر کسی خوب. که ایمان بیاره یعنی اونها هم خدا هستن در... نه خیر، خدا نیست، ما فرزندای خدا میشیم. ما فرزندان دختر... نشد ما فرزندان و دختران خدا هستیم. نشد آقای هاشمی در... عزیز، ما در ذات الهی شریک میشیم. لفظ... ما هم ارث آقای هاشمی، ما هم سگ، ما هم ارث به عیسی مسیح شدیم، ما در ملکوت خداوند سهم داریم، شریک شدیم در ذات خداوند. یعنی ما شریک ذات خدا هستیم. بله بله، خداوند امتیاز به ما داد. خیلی بدتر شد دیگه، حالا شد 2 میلیارد خدا. نه سگ، خدا یکی از آقای فاطمی، ولی ما فرزندای خدا هستیم توسط ایمان. نه نشد، شما گفتید ما در ذات خدا شریک هستین، شما گفتید بله در ذات خدا شریک هست. یعنی چی شریک هستین؟ یعنی شما همون اختیاراتی که خدا داره شما هم دارید. بله، ما عیسی مسیح باقمانده کار عیسی مسیح ما اجرا میکنیم توسط روح القدس. چی میگی آقای هاشمی عزیز؟ چی میگید شما رو بخدا؟ شما خواهش میکنم ببینید آقای هاشمی اگر شما آقای هاشمی، اگر شما یک کشیش می بودید این حرف از شما دور از انتظار بود، ولی شما که این حرف میگید، من برایتان توصیه می کنم حداقل برید بیشتر دین مسیحیت رو مطالعه کنید که آبروی مسیحیت رو بردید. باش من برم توضیح میگید در ذات خدا شریک هستید و هر کاری که خدا بکنه شما هم میکنید. سگو، عیسی مسیح چی گفته؟ که تو بخون خیر انجیل با تعمق بخون. عیسی مسیح فقط حالا خب من میخونم، شما به من توضیح بدید. نه من خودم رو میدونم، با تعمق خواندم. باور کنید کتاب مقدس رو قبل از اینکه شما مسیح بشید من خواندم، یعنی 10 سال 12 سال قبل من کتاب مقدس رو خواندم آقای هاشمی، قبل از اینکه حتی شما مسیح با مسیحیت آشنا بشید. خیر، عیسی مسیح فقط 3 سال در روی زمین بود، ماموریتش فقط 3 سال بود، فقط آمد و کار مخصوصی را که به عهده داشت اجرا کرد، ولی باقی مانده کار عیسی مسیح را که اجرا میکنه، شاگردای عیسی مسیح، پیروای عیسی مسیح. آقای هاشمی من سوالم اینه، آقای هاشمی سوال من اینه، ببینید آقای فاطمی، ولی با قوت خودم نه، با قوت روح القدس. من معبد روح القدس هستم، روح القدس در من ساکن است. آقای هاشمی خواهش میکنم حرف من را گوش کنید، دوباره من سوالم را مطرح میکنم. آقای هاشمی سوال من این بود که آن شما یعنی این که شما خدا هستید دیگه، این که نمیشه که شما در ذات خدا شریک باشید، به ذات خدا شریک باشید و خدا نباشید، یا کاری که خدا میکنه شما نتوانید. خب طبیعتا باید بتوانید. خداوند چرا ما را خلق کرد؟ خداوند ما را خلق کرد که در محبت خودش ما را شریک بسازه. آقای هاشمی خداوند جهان در آغاز به اثر محبت آفرید که مخلوقات در مخلوقات در محبت خود شریک بسازه، ولی چون ما گناه کردیم از هدفی که خداوند به ما داشت دور شدیم، ولی توسط ایمان به عیسی مسیح، توسط کاری که عیسی مسیح در روی صلیب انجام داد، توسط ایمان با قوت روح القدس وارد امون مرحله میشیم که خداوند در آغاز امون هدف داشت.
آقای هاشمی، آقای هاشمی، پس فرق در میان شما و عیسی مسیح نشد دیگه، همه شما یکی هستید. بله، از عیسی مسیح برادر بزرگتر ما هست. آقای هاشمی خواهش میکنن، شما حتی مسیحیت رو درست مطالعه نکردید. ببخشید آقای هاشمی عزیز. نه نه، درکش به من سخت نیست، به خدا خیلی آسانه، چون شما از اصلا چیزی میگید که هیچ مسیحی تا حالا به عمر در چنین حرفی نگفته. نه کاتولیکش میگه، نه پروتستانش میگه، نه هم ارتودکسش میگه، نه شاهدان یهوه میگن، نه هیچ کسی دیگر این حرف نگفته. این دیگه کفر محضه. چیزای رو تا بالا برتون توضیح ندادم، باید کسی باشه که با زبان خودتون برتون توضیح بده. آقای هاشمی عزیز، ببینید، من الحمدلله یعنی اساتید مجرب و اساتید درستی داشتم که بعد ادیان را خواندم و در عین حال حرفهای کشیش‌ها را تا جایی که دلتان بخواه شنیدم. اولین باری که شما هستید این حرف را میگید. جناب آقای هاشمی چی میگید شما؟ میگید که شما میگید ما در ذات خدا شریک هستیم. خب اگر در ذات خدا شریک هستیم، چرا نمیتونین کارهای خدا را انجام بدین؟ انجام میدم. خیلی خوب. یک لحظه آقای هاشمی. من خودم یک رسول هستم. رسول عیسی مسیح در روی زمین، ولی نه با قوت. خیلی خوب. والله خیلی برای من تعجب آور بود و الحمدلله خوبه که والله هر چی که انسان یعنی این حرفا رو میشنوه آقای هاشمی، بیشتر به اسلامش و به ایمانش و به این باوری که داره انسان واقعا یعنی افتخار میکنه که شما بیای خودت را جز خدا بدانی و در ذات خدا خود را شریک بدانی، در کارهای خدا خود را شریک بدانی. با این وجود میشه 2 میلیارد خدا. پس نگین تسلیس، بگین 2 میلیارد خدایی. پس شما کی را عبادت میکنید؟ سایکو، اگر ما کلش برد توضیح میتونم آقای فاتح، ولی شاید درکش برد سخت باشه. ما توسط ما پدر عبادت میکنیم، توسط پسر با قوت روح القدس. شما که میگید جز خدا هستید. بله، میگید جز خدایی، پس چرا عبادت میکنید خدا را دیگه؟ خودتون را عبادت کنید. خب ما خداوند به اثر محبت عبادت میکنیم، چون زمانی که ما گناهکار بودیم او آمد. خدا هم شما را عبادت میکنه؟ نه خیر، ما فرزندای خدا هستیم. خب جز خدا هستید. او چرا شما را محبتن عبادت نمیکنه؟ او چرا شما را محبتن عبادت نمیکنه؟ خداوند ما را دوست داره، خداوند پدر ما هست. ما دیگه بنده های خدا نیستیم. شما جزی از خدا هستید. جزی از خدا هستیم، بله، ولی خدا نیستیم. یا اینه که شما معنای جز را نمیدانید آقای هاشمی، ببخشید، یا اینه که معنای جز را نمیدانید، یا خودتان را زدید به نافهمی، نمیدونم. خیلی تشکر از شما آقای هاشمی. اجازه بدید که جان، اما آیه های قرنتیانه که خوانده گفته ما معبد روح القدس هستیم، و چی معنا هست؟ ما معبد به این معنا است که ما یک وسیله هستیم که روح القدس در ما ساکن است و از طریق ما کار میکنه. ما فقط یک وسیله هستیم، ولی در عین زمان اراده داریم، از حق انتخاب برخوردار هستیم. میتونیم رد کنیم و میتونیم قبول نکنیم. شخصی که قبول نکنه، حالا که شما خودتان رسول هستید، ما نیازی به پولس ندارین. نیازی به پولس ندارین که نامه قرنتیانش را بخونین. خودتان میگید من رسول هستم. خب خودت آوردی من جوابش. نه من که آوردم قسمتی که مورد بحث من بود، شما پریدید جای دیگری. حرفی که من دارم جناب آقای هاشمی، من رو از پولس دیگه حالا بیزار کردید. من به پولس کاری ندارم، قرنتیان رو هم انداختم. خودت آوردی آقای فاطمه. حالا یوحنا، آقای هاشمی عزیز ببخشید، شما گفتید رسول هستید، پس مانند پولس هستید، مانند شاگردانش هستید، فرق نمی کنید. پس من شما رو حالا اینجا ملاق قرار میده. شما گفتید که جزی از خدا هستید و در ذات خدا شریک هستید، نعوذ بالله. فرزند خدا هستید. با شریک بودن و با جزء بودن فرق میکنه. بعدش هم جناب آقای هاشمی عزیز، ببینید، شما با این وجود 2 میلیارد خدایی شدید. نه سایک آقای فاطمه، خدای خودتان، خودتان را عبادت میکنید دیگه. خودتان ما فرزند سایک آقای فاطمه، ما فرزندای خدا هستیم. ما خدا نیستیم، ولی ما در خداوند ساکن هستیم. خداوند در ما جزء از خدا هستید یا نه؟ بله، ما فرزندای خدا هستیم و در ذات خداوند ما ساکن هستیم، شریک هستیم. ما هم ارث با پسر هستیم. خیلی تشکر آقای هاشمی عزیز. باور ما مسیحی هستی چیزی است که کتاب مقدس. نه، این باور شما نیست.
آقای هاشمی این باور شما نیست، من آخه کتاب مقدس را مطالعه دارم. من خواهش میکنم شما پیش یک کشیش برید این حرفایتان را بگید، شما را باور کنید از مسیحیت شما را طلاق میده، شما را از مسیحیت طلاق میده، میگه شتون مسیحی نیستی، برایتان میگه مسیحی نیست به خاطر که این عقیده و باور بر اساس هیچ، یعنی میشه گفت که با هیچ عقل سازگار نیست و با هیچ کتاب مقدس سازگار نیست. سکر مطالعه میکنیم، از مطالعه کردن قدردانی میکنم، ولی مفهوم اصلیش نمیتونید درک کنید چون بدون ایمان کتاب مقدس نمیتونید. خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب، ما فهمیدیم، حالا فهمیدیم، خواندیم، مطالعه کردیم، ولی من شما رو یک توصیه میکنم آقای هاشمی عزیز، ای کاش شما قبل از این که بروید مسیحی بشید اسلام رو هم مطالعه میکردید. والله این تعجب آوره، یعنی من تعجب میکنم آقای هاشمی شما چگونه این حرفهایی که خودتان، من یقین دارم خودتان سر به گریبان خود بگذارید فکر کنید ببینید چی میگید، شما باور کنید که خودتان را ملامت خواهید کرد. خب به هر صورت حالا حرف را راجع به اسلام ما خاصی جان، راجع به اسلام ما خاصی من راجع صحبت نکردم. من 3 سال قبل رسیدم جان، شما میخواین توسط کارهای مذهبی، توسط کارهای مذهبی و شریعت میخواین نجات پیدا کنین. خداوند در کلامش میگه می کارهای نیکه که شما انجام بدین، میگه نزد من بوی تعفن میده، اصلا میگه من بیزار هستم از کارهای نیکتون، از کارهای مذهبی تا انجام اعمال شریعت تا. خداوند نمیگه پس چرا عیسی مسیح نماز میخوان، چرا عیسی مسیح نماز میخوان، چرا عبادت میکرد، چرا دعا میکرد، چرا نیایش میکرد؟ خدا که بیزاره. نه 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 جان من، دیدگاه اسلام نیست، مگر در کتاب مقدس در همین اناجیل چهارگانه کم داریم که عیسی مسیح در پیشگاه خدا عاجزانه دعا کرده، گریه کرده، نیایش کرده، شب بیداری کرده، مگر هست در کتاب مقدس یا نه؟ برازی دو جواب برد میتونم. یک، اولش این بود که پسر با پدر همواره در ارتباط بود. دومش این بود که آمد بر ما یک نمونه گذاشت که ما چطور در هر شرایط، در هر لحظه با خداوند در ارتباط باشیم. اینو هر کاری کرد برای ما یک نمونه گذاشت. نه من حرف من نمیخوام که روی اون مسئله بپیچم، شما جهت دیگری بدید. من حرف نه حرف من اینه آقای هاشمی، شما میگید که این عباداتی که ما انجام میدیم، اعمالی که انجام میدیم، اینها در پیشگاه خدا تعفنه، متعفنه. چگونه عیسی مسیح عبادت خدا رو میکنه، این کارهای متعفن انجام میده؟ خداوند شریعت هم میفهمی برای چی هدف داد؟ تا ما گناه رو تشخیص بدیم که گناه چی است و گناه چی نیست. یعنی عمل نکنی شریعت انسانها رو نجات دادن نمیتونه. قوانین دهگانه تورات چیه آقای هاشمی که شما باید باند درست باشید؟ درست است که عهد قدیم تورات دو بخش داشت، یک بخش اخلاقی بود، یک بخش رسوم و انعنات مذهبی. نه، قوانین دهگانه چی است؟ میتونید قوانین دهگانه تورات رو برای احکام خداوند است که بت‌ها رو پرستش نکنین، احترام پدر مادرتون رو بکنین، زنا نکنین، دزدی نکنین، قتل نکنین. گفتم عهد قدیم دو بخش داشت، یک بخش اخلاقی بود، یک بخش مذهبی بود. ما در جناب آقای هاشمی کارهای عیسی مسیح جان، بخش مذهبی و رسوم و انعناتش از دیگر منسوخ کرد، فسخ کرد. کجا منسوخ کرد؟ ولی ما از قانون اخلاقیش هنوز هم اطاعت عیسی مسیح آقای هاشمی، عیسی مسیح آن را منسوخ نکرد، بلکه پولس آن را منسوخ کرد در سفر اعمال رسولان، بلکه عیسی مسیح آن را تایید کرد. مگر عیسی مسیح در انجیل متی باب 5 آیه 17 نمیگه که من نیامده ام که تا تورات و سایر کتب انبیا را منسوخ بسازم، بلکه آمدم تا آنها را به انجام برسانم. آمده عیسی مسیح که آنها را عملی بکنه، نه ای که آمده باشه آنها را منسوخ کرده باشه. شما از پیش خود میگید که من عیسی مسیح منسوخ کرده؟ دقیقاً. ولی موعظه بالای کور خوانده گفت، شنیدید که گفته شده قتل؟ همون موعظه سر و کو رو من میگم، همون باب پنجم موعظه سر و کو هست آقای هاشمی عزیز. میخواهید که با هم بخونیم؟ بر توضیح بدم، عیسی مسیح گفت شنیدید که گفته شده قتل نکنین، گفت ولی ما به شما میگم که حتی باده شهوت طرف، حتی نفر احمق بگویی، ابله خطاب کنی، تو مرتکب قتل شده، چون اول در ذهن تصمیم میگیری، خشم اول در ذهن لانه میکنه. آقای هاشمی خیلی خوب، گفته شده زنا نکنین، ولی من با شما میگم خواندم این رو، خواندم تکمیل کرده این شریعت. آخو تکمیل کرده، شما میگید که ما به ما گفته عمل نکنید. مثلا قربانی ها رو دیگه فسخ کرد عیسی مسیح،
کارهای مذهبی ببینید را دیگه فسخ کرده. خواهش میکنم، ببینید ببینید جناب حلال آقای و حرام هاشمی عیسی عزیز، مسیح فسخ کرد. آقای قوانین هاشمی نه حلال و فسخ حرام نکرده عیسی است، مسیح پیش فسخ خود میگید آقای هاشمی این را عیسی کرد. مسیح فسخ نکرد. انجیل متی رو خواهش بخوام، من میکنم، قایم میکنم، خواهش میکنم آقای هاشمی عزیز، ببینید عیسی مسیح فسخ نکرد، بلکه این پولس بود که فسخ کرد، همچنان که شورای اورشلیم به آن اشاره داره در سفر رسولان. بله پولس هم یک از رسولای عیسی مسیح بوده. یک لحظه اجازه بدید، اجازه بدید. اولا پولس در زمان عیسی مسیح ایمان نیاورد، یک فرد یهودی بود، بله بعدن ایمان آورد. البته ادعا کرد که من ایمان آوردم، از کجا معلوم که واقعا راست بگه؟ خب به هر صورت ما ایمان داریم که کل کتاب مقدس کلام الهام شده خداوند. اجازه بدید، اجازه بدید آقای هاشمی، ببینید اون شورای اورشلیم بود که آمد تصمیم گرفت که به غیر بنی اسرائیل، به غیر بنی اسرائیل دیگران پایبندی نبندی نداشته باشند، فقط کارهای مثل این که به هر حال ختنه بکنن و نمیدونم یک دو سه کار دیگه، گفت این کارها رو انجام بدن دیگه انجام ندن. ولی عیسی مسیح ببینید چی میگه، ما شما میگید ما مسیحی هستیم، نه پولیسی، نمیگید به اصطلاح شما پیرو کسی دیگه هستید، شما لابد باید مسیحی باشید. ببینید این کتاب که فعلا پیش من باز انجیل متی هست، انجیل متی باب پنجم آیه 17، ببینید چی میگه عیسی مسیح، میگه گمان مبرید که آمده ام تا تورات موسی و نوشته های سایر انبیا را منسوخ کنم، یعنی من نیامدم برای منسوخ کردم، من آمده ام تا آنها را تکمیل نمایم و به انجام رسانم. حتی تا جایی که عیسی مسیح به تعبیر خودتان، و این باب هم میآید در اخیرش میآید که عیسی مسیح میگه اگر اونجا گفته زنا نکن، من میگم با چشم شهوت به کسی نگاه نکن. یعنی چی؟ عیسی مسیح حتی شدید کرد. ببینید خواهش میکنم، آقای فاطمه امید آیه های را که خواندم تا آخر بخوام، خب من خواندم اینجا را میخواندم، حالا شما توضیح دادید، من میخوام همین رو توضیح بدم. ببینید نه تنها که عیسی مسیح منسوخ نکرده، بلکه آمده شدیدتر از آن گفته، شدیدتر از آن گفته. نه نه شما آقای فاضل ببخشید، همین آیه هایی که خواندی که گفت نیامدم که تورات و صحف انبیا را منسوخ کنم بلکه آمدم که تکمیل کنم، آیه های آخرش را بخون چی میگه؟ میگه اگر پارسایی شما میگه اگر اعمال شما بهتر از اعمال معلمین شریعت و کسایی که مذهبیون هستند بهتر از اعمال اونا نباشه، هرگز میگه به پادشاهی خداوند راه پیدا نمیکنند. اونا چی میکردن؟ شریعت از نگاه ظاهری انجام میدادن. عیسی مسیح گفت شما کور هستین، گفت شما با لبان خود خداوند پرستش میکنین ولی قلب های شما فرسخ هاست خداوند دور است. گفت خداوند به قلب نگاه میکنه. آقای هاشمی این حرف را، این حرف عیسی مسیح را قبول دارید که میگه من نیامدم تا تورات را منسوخ کنم یا نه؟ قبول دارم ولی همین تا آخر بخوام. خیلی خوب، خیلی خوب آقای هاشمی، یعنی چی؟ یعنی خودتان میگید که اینجا عیسی مسیح یک چیز گفته با آخر چیز دیگه گفته، فکر نمی کنید باز این تناقض میشه؟ تناقض نمیشه ولی یعنی حرف آخر خود را رد کرده؟ یعنی حرف خودش را پس دوباره رد کرده؟ نکرده ولی میگه اعمالتون باید بهتر از اعمال آقای هاشمی. آقای هاشمی خودتان کتاب را زیر سوال میبرید، یعنی اینجا خیلی واضح گفته من نیامدم تا تورات و سایر کتب انبیا را من منسوخ کنم، یعنی اینکه عیسی مسیح برای منسوخ اینها نیامده بلکه برای اتمام و برای انجام اونها آمده. یعنی چی؟ یعنی شخصی که میگه من مسیحی هستم باید به تورات و به عهد قدیم پایبند باشه. بله با تورات پایبند است ولی عیسی مسیح اعمال ما را زیر سوال برد. گفت چون بابا جان شما این حرف شماست آقای هاشمی، من که خواندم میدانم خواندم عیسی مسیح شکایت میکنه از دست اونهایی که به ظاهر این کارها را انجام میدن، و نمیگه که شما این کار را انجام ندید، نمیگه که اعمال را انجام ندید. اگر میگه که اعمال، اگر میگفت اعمال رو انجام ندید، در ابتدا نمیگفت که من نیامدم تا تورات عیسی مسیح رو، من تورات موسی رو من منسوخ بکنم. این حرف که نمیگفت. اینجا عیسی مسیح چرا شکایت داشته؟ چی باعث شده بود که اینجا شکایت داشته؟ خب شکایت از دست معلومی... کسانی که عمل نمی کنن، مثل که بعدن پولیس آمد و حالا شما این حرف رو میگید، از دست شما شکایت میکنه. با زبان خود خداوند پرستش میکردن، میرفتن در مجالس میشیشتن، غذای چرب میخوردن، خودشون هم مردمای مذهبی نشان میدادن که از مردم پول بگیرن، خودشون آدمای با تقوا نشان میدادن ولی قلبهاشون فرسخ خواهد بود. آقای هاشمی دلیل نمیشه که اونها از اعمال خوب و از انجام اعمال نیک دست بکشن؟ دلیل نمیشه. اعمال خوب شکایت میکنه از دست ریاکاران،
شکایت میکنه از دست ریاکاران. این چه ربطی به این مسئله داره که ریاکاران چی کار کرده بودن؟ ریاکاران خب شما ریاکاری نکنید، شما ریاکاری نکنید، شما ریاکاری نکنید. این کار دقیقاً. ولی تشکر آقای هاشمی عزیز، اجازه بدید که برای بقیه دوستان هم وقت داده بشه. من صحبتی با هم کردیم، خودتان هم دوباره صحبت رو بشنوید ببینید چی گفتید. و من خواهش میکنم که مانند آقا ایمان، خب آقا ایمان که کشیش بودن، البته با اونها صحبت شد، بعد شبکه 7 آمد موقف گرفت که این کسی نبوده که رفته اونجا از پیش به نام مسیحیت صحبت بوده و ما او را به رسمیت نمیشناسیم. امیدواریم که کسی از مسیحیان به علیه شما صحبت نکنه و ناراحت نشید. به خاطر شما حرفایی گفتید که من یقین دارم، که در هیچ یعنی منطقی از مسیحیت حتی جای نداره، چی برسه به ما. بر قولتون که مسیحیان واقعی 100% حرفای ما رو تصدیق میکنه. ولی من یک چیز برمیگم در آخر برمیگم که خداوند خیلی دوست داره و میخواد که نجات پیدا کنه. بله خداوند اگر مرا دوست نمی داشت، آقای هاشمی، اگر خدا مرا دوست نمی داشت، یعنی ببخشید، مانند برخی از مردم مرا نادان می ساخت، که حالا بیام چیزی را بگم که خودم نمی توانم ثابت بکنم. شما من را به مطالعه کتاب مقدس فرا می خوانید. ببینید من به خدمتتان عرض کردم قبل از اینکه شما کتاب مقدس رو بشناسید، من کتاب مقدس رو مطالعه کردم. یعنی 12 سال قبل عیسی مسیح میفهمید برای ملاها میدانم حرف عیسی مسیح رو میدانم. خواهش میکنم به من اجازه بدید حرف شما کلام میکنید که گویا از طریق کلام نجات پیدا میکنید. گفتن امیش کلام راجع به ما میگن، ولی شما با ما ایمان نمیارید. هیچ مهم نیست که تو پروفسور الهیات کتاب مقدس هم باشی، ولی که به عیسی مسیح ایمان نداشته باشی بی فایده است. یک و خلاص. آقای هاشمی عزیز، کلمه تورات و زبور انجیل بفهمی ولی ایمان نداشته باشی معنا نداره. آقای هاشمی عزیز، من به عیسی مسیح باور دارم که او پیامبر خداست. به عیسی مسیح باور دارم. فرق میکنه او عیسی مسیح، شما با عیسی مسیح فرق میکنه. خواهش میکنم با او عیسی که شما ایمان دارید ما ایمان نداریم. فرق میکنه. اگر خواستید آقای هاشمی عزیز، خواستید که با هم مقایسه داشته باشیم، عیسی مسیح در قرآن و در کتاب مقدس صحبت میکنه، مشکلی نیست. اگر کاپی کرده چرا اعتراض میکنید؟ میگید خدایی که مسیحی که در قرآن غیر از عیسی مسیح که در کتاب مقدس، شما که میگید کاپی کرده. دقیقاً خدا بودن شرط کرده. چی گونه کاپی کرده عزیز من؟ خیلی خوب اجازه بدید، حالا رفتید یک بحث دیگری. اجازه بدید آقای هاشمی، شما میگید قرآن کپی از تورات و انجیل، درسته؟ بله. اجازه بدید 60%. خیلی خوب اجازه بدید برای من آقای هاشمی عزیز، 5 وقت نماز رو از کتاب مقدس برای من ثابت کنید. این که اساس این کوچکترین چیزه. نماز هم میخوانن یهودی، هم میخوانن به شیوه دیگه. من برات آیه هایش هم میفرستم. خب به شیوه دیگه. پس چرا میگید که کپیه جان من؟ چرا میگید آقای هاشمی؟ آقای هاشمی عزیز دقیقاً همه چیز رو به شیوه درست نکردم. خواهش میکنم آقای هاشمی، برای پروفسورهای بود، دانشمندای بود، تغییر دادن. هاشمی عزیز، من 3-4 کلمه رو تغییر دادم. خداوندان اسلام مسیح رد کردن، مرد و ساخیز اسلام مسیح رد کردن، طبیعت گلالود انسان رد کردن. آقای هاشمی عزیز ببینید، من در این باره یک بحث داشتم، حتی در یوتیوب هم موجوده بحثی در این مورد که قرآن کپی کتاب مقدس، مفصل در این باره صحبت کردم. حالا نمیخوام که از این بیشتر برایتون توضیح بدم، فقط من یک سوال کردم و امیدوارم که فکر کنید روی این حرف. این حرف در حد ادعاست و نمیتونید شما ثابت بکنید یقینا. بعدش جناب آقای هاشمی عزیز، من ازت خواهش میکنم، خیر اگه خاص باز قطع میکنم، من ازت خواهش میکنم که بدون تعصب آقای فوتی، بدون تعصب با قلب پاک تورات و زبور و انجیل بخوان، با قرآن مقایسه کن، بعد خودت تصمیم بگی. به عنوان یک انسان آزاد، این بار اول من نیست آقای هاشمی، من حرفتان را میپذیرم آقای هاشمی حرفتان را میپذیرم، ولی من یک بار نه بارها مطالعه کردم، چون قرآن را الحمدلله حفظم و کتاب مقدس. خب انگیزه مهم است، اجازه بدید انگیزه مطالعه آقای هاشمی، اجازه بدید که ایبیابی کنی، هیچ گاهی به حقیقت آقای هاشمی، آقای هاشمی اجازه بدید. ببینید جان من، شما حتی نمیتونید که همون تسلیسیتان رو ثابت کنید، عاجز ماندید. برید خودتون هم مطالعه کنید. خواهش می‌کنم. توضیح دادید. ولی من نمی‌خوام که خداوند همزمان سکن. هیچ مسیحی ما بر قول خیلی ما نمی‌خوام که هم تشکر آقای هاشمی، تشکر.
خیلی تشکر آقای هاشمی عزیز، من تشکری میکنم از شما و از حضورتان. بگذارین که دوستان عزیز خودشان قضاوت بکنن، بینندگان و شنوندگان که بودن قضاوت بکنن و خیلی تشکری میکنم از شما. ولی امیدوارم که برایتان این حرفایتان سخت تمام نشه و دوستانتان و کسانی که به هر حال شما را حالا به عنوان مسیحی میشناسن با شما برخوردتون نکنن، چون حرفایی را شما گفتید که من یقین دارم حتی همون کتاب مقدسی ها هم با شما مخالفت خواهند کرد. ولی به هر صورت بهای حرفایتان را خودتان بپردازید و پاسخ بدید، امیدوارم که شما را دیپورت نکنن. جناب آقای نوری عزیز، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. آقای شیفاته عزیز، خیلی تشکر از بحث زیبایی که کردید، جزاکم الله خیر. خب در بحثتان در مورد تلبیس، تلبیس اسلام ستیزان است، خب خاطرم یکی از تلبیس ها رو براتان نشان بودم اگر اجازه بدید. بفرمایید. یعنی تصویر ما میشه شیر کنید؟ بسیار خوب. بله اینم تصویری دارم. خب خیلی عالی. اینجا یک تلبیس من دیدم، یک بیوگراف من دیدم. خب دیشب که میخواستم خودم در موردش پست کنم، ولی الحمدلله آقای احمد سمیر شهیم جوابش دادن. خب بله. اینجا یک عکس از توسط اسلام ستیزان بیوگوی زلان پست کردیم، خیلی با ادیت خیلی زیبایی. خب نوشتن که جلسه علمای افغانستان و پاکستان در مورد حلال یا حرام بودن واکسن پولیو. خب بله. ولی وقتی میریم تحقیق میکنیم، خب بله، میریم سایت اصلی سازمان ملل میبینیم، اینجا متنش میبینیم که نوشته جلسه علمای افغانستان و پاکستان برای بحث در مورد نابودی پولیو. بله این یکی از تلبیسه اسلام ستیزان. این که تلبیس اگر بیرون نگن که نمیشه که مردم گول میزنن. خب ببینید ادیتش چگونه کردین. خب یک طور ادیت کردین که انگار یونیسفی چیزا گفته، همچین حرفی زده و تاییدش کرده که اینا در مورد حلال و حرام بودنش بحث میکردن. خیلی تشکر جناب نوری صاحب عزیز، جزاکم الله خیرا، تشکر از شما. جزاکم الله.